برنامه صحبت روز. سلام تماشابینان عزیز و هواداران گرامی، برنامه نوبتی صحبت روز رو از شبکه بهاریستان منظورتون می نماییم. چرا امروز مردم از بیماری کووید 19 می ترسند یا از اون حراس دارند؟ دایر به این و چند سوال دیگر از تماشابینان ما صحبت ویدیویی داریم با استادی دانشگاهی ملی تاجیکستان سیدزاده بهرالله. خب شما ما رو می شنوید؟ بله. سر اول می خواستیم فهمیم که خودی ترس چیست؟ شما بسیار خوب موضوع بهترین یعنی اکتوالی وابسته به وضعیت کنونی جامعه را مطرح میکنید. من فکر میکنم که سری وقتی است و ترس این یک هیجانی منفی است که در انسان در حالات های تاثیر انگیزه های گوناگون با وجود می بیاید و این ترسی که الهول در مثلا کلی مردم یعنی که دیده می شود از حساب بیماری یعنی که پاندیمیا کرونا ویروس است و این ترس در صورتی هیجان منفی با وجود آمده است که مثلا امروز فردا یا پس فردا مثلا همین ترس ما را دنبالگیر میکند، یعنی که با ما ربط دارد گفته. از این لحاظ مردم همه ما و شما با ترس گرفتار میشه، یعنی که حالت ترسی ما را فرا میگیرد. از این لحاظ ما را ضرور است که برای درست و مفهوم ترس و ماهیت ترس حالت کنونی جامعه را مطرح نموده با ترس و حراس یعنی که تهلوکه گرفتار نشویم. کدام عامل ها سببی به وجود آمدن ترس در انسان میگردد؟ ترس در حالتی به وجود میآید در انسان که تاثیر قوای انگیزه منفی به شخص تهدید میکند و همون غریزه خودمحافظتی انسان در این حالت بیدار شده، یعنی که ترس را در ارگانیسم انسان به وجود میآورد. به همه معلوم است که ترس باعث به وجود آیی یک قطار بیماری ها میگردد. بیماری که در نتیجه ترس به وجود میآید کدام است؟ اکثری بیماری ها از ترس آغاز می شود، یعنی که زمینش در برای بیمار شدن این ترس به حساب می رود. من یک مثال مشخص می آورم که وضعیت کنونی از گرفتار شدن به بیماری کرونا ویروس ترس دارند و از همین لحاظ موقع گیری همون غریزه خودمحافظتی در ارگانیسم هر یک ما بیدار است و همین حالت ترس که ارگانیسم ما را فعالیشه، یعنی که پسیو میکنند. وقتی که بینید همین در حالت ترس تپش دل، گردش خون از دوره از حالت مقرری خود چی میشود؟ بیرون میشود، یعنی که تپش دل یا زیاد میشود و یا برعکس پست میشود. گردش خون همچنین یا زیاد میشود و یا اینکه پست میشود و همین به حالت غیر مقرری فعالیت نمودن ارگانیسم ما برده میرساند. در همین حالت ارگانیسم ما تا یک اندازه ضعیف میشود و همون بیماری که در وجود ما نامده است و یا اینکه اگر وارد هم شود مقابله نشان دادن ارگانیسم ما خیلی کم به نظر می رسد. از همین لحاظ یکی از عامل های به وجود آورنده و یا اینکه هرچی زودتر گرفتار شدن شخص به بیماری این سببش ترس شده می تواند. سلامت باشید. روانشناسان برون اندیشند که ترس هم جهت های منفی دارد و هم جهت های مثبت. در حال حاضر کدام از این پهلوها زیاد به نظر می رسد به فکر شما؟ همه حالت حالت خوبی و یعنی که مثبت و منفی دارد. ترس البته حالت مثبت هم دارد و منفی هم دارد. مثلا وقتی ما از چیزی می ترسیم و یا اینکه از کسی می ترسیم این وابسته وضعیت است. وابسته به وضعیت ترس مثلا مثبت یا که منفی معرفی نمودنش از وضعیت وابستگی میکند. مثلا حاضر وضعیت کنونی را ما اگر مثال بیاریم، ما باید ترس داشته باشیم به معنی آنی که به تهلوکه نرفتیم، یعنی که زینه ابتدایی ترس ما باید داشته باشیم برای رعایت نمودن. اگر ترس نباشد زینه ابتداییش، ما گیگن شخصی را مثلا رعایت کرده نمیتوانیم، یعنی که مقصد گذاری نیست برای رعایت نمودن گیگن شخصی با ما، یعنی که سهلنکاری روی کار میبیاد، ما سهلنکار میشیم، پروا نداریم مثلا برای رعایت گیگن شخصی. از همین لحاظ زمینه ابتدایی ترس است که ما گیگن شخصی را رعایت میکنیم که مثلا ما با چی گرفتار نشدن به بیماری های گوناگون نو وابسته کرونا ویروس.
از همین لحاظ زینه ابتداییش برای یعنی که مسئولیت بیدار نمودن شخص، مسئولیت داشتن شخص، این زینه ابتدایی ترس است که مسئولیت شناس میشه این شخص که مثلا من کار نرفتم، از کار من مثلا از کار خارج میکنن و یا که دانشگاه نرفتم از دانشگاه خارج میکنن و هر اونچه زینه ابتدایی است، همین زینه ابتدایی شخص مسئولیتش بیدار میکند و فعال میگرداند و زینه های بعدش علاقه زینه های منفی صور می شوند که علاقه شخص با ترس و حراس و تحلوکه گرفتار شده، ارگانیزم از نظر فیزیولوژی غیر مقرری فعالیت میکند. پس ارگانیزم غیر مقرری فعالیت کرد، در این زمینه حالت روحی ما چی می شود؟ بد می شود و هر حالت روانی یعنی که بیماری های روانی با ما دیده می شود. سلامت باشید. شما همچون یک روانشناس که همروزه میونی مردم هستید و میخواستیم بفهمیم که حالت روحی و روانی این مردم رو شما همچون یک روانشناس در کدام سطح به هم میدهید؟ حالت روحی و روانی مردم من فکر میکنم در وضعیت کنونی تاجیکستان خیلی خوب است و همون نفرهای انگوش شماری هستند که اونا با تحلوکه یعنی که افتاده شدن، این از خودی پسیخالوگ شخصی اونو وابسته است که با چنین وضعیت رسیدن. از همین لحاظ ما در شکل مثلا نفران انگوشمار کلی مردم ها بها داده نمیتوانیم و در عموم وضعیت مردمی ما حالت روانیشون بسیار خوب به نظر میرسد و خوب دیده میشود. از نگاه شما همچون یک متخصص چگونه نفران بیشتر به این بیماری یعنی به کووید 19 دچار شده میتوانند؟ برای گرفتار شدن به بیماری های روانی نوابسته از آنی که از نظر فیزیولوژی مثلا بیولوژی فیزیولوژی میگن که مثلا گرفتار شدن به واسطه به بیماری کووید 19 این ایمونیتی ضعیف بودن یکی از عوامل های هر چی زودتر به گرفتار شدن به کووید 19 است. از نظر فیزیولوژی بیولوژی چنین است، ولی از نظر علم روانشناسی نقش ایمونیتت دیده می شود، ولی اساس چی می شود؟ مقصد گذاری می شود. مقصد گذاری، موقع گیری و تلخین شوندگی که مثلا من می شوم گفتید حتما می شود. بمانند یعنی که من مثال مشخص شما با می بیارم که بینندگان می توانند با مثلا با نفران دیگر مثال آورده و هر روزه از این چیز مثلا با این چیز روبرو می شوند که مثلا من نفری پهلوم با زکام گرفتار شده است، من یعنی که موقع گیری میکنم که این کس با زکام گرفتار شده است، من از این مثلا دورتر شینم، پس برای من چی است؟ زکام گذرنده است، میگذرد. یعنی که من ارگانیزم خودم یک مقدار معین تیار میکنم که من امروز فردا یا که ساعتی بعدی زکام من با ورید میشود، یعنی که من تیار شدم که زکام، این امر من زکام بود، پس من زکام میشم. علاقه ما زمینه یعنی که تخمی همون بیماری در خودمون گذاشتیم، ما تیار شدیم که حاضر من میشم چون پهلوی من نفری پهلوی من بوده این زکام است. در پسیخالوگا یک اصول بسیار معمولی و ساده است که همگان میتوانند از عهده او برآید، برای مثلا نه اینکه با بیماری گرفتار نشدن و از عهده بسیار کارا برآمدن، من مثلا میتوانم از عهده چنین کار برآمده، من میتوانم مثلا همین بیماری را پسی سر نموده، بگذار بیمار شده است، علاقه بگذار او بیمار است، مثلا با کووید 19 گرفتار است، او میتواند با چنین عباره ها یعنی که همون قوای ارگانیزم خودش یعنی که باوری داشته باشد که من میتوانم، قوای ارگانیزم من کفایگی میکنه که همین بیماری را در مدتی کوتاه سپری نموده مثلا باز به حالت اولای خودم برگردم. ان همین شکل مقصد گذاری ها، ان همین شکل عباره ها را استفاده برد، پس او شخص بگذار شده باشند بزودی از سر میگذاروند بیماری را. و وقت شما نشدهید و یا اینکه با بیماری گرفتار شدهید و من اکنون مثلا نمیتوانم، من از کسل پسی سر نموده، یعنی که همین بیماری با من گرفتار شدم و من نمیتوانم دیگر، امید ندارم برای صحت شدن، دیگر همین عباره های یعنی که پس زدنی یعنی که با موقع با قوای باطنی خود باوری نداشتن، این بیماری را چی میکند؟ اوج میگیرد و ارگانیزم ضعیف شدن میگیرد و بیماری اوج گرفتن میگیرد.
سلامت باشین. یک تماشابینی مو از شما چنین سوال کرده است که با کدام روحو می توانیم از ترس و عاقبت های آن خود رو امین داشته باشیم؟ ترس در حالت چنین مثلا وضعیت هایی که شخص اداره کننده است بیشتری حالت ها مثلا همه وضعیت ها را یعنی 90% مثلا اعمالای خودش انسان اداره کرده می تواند اگر مقصد گذاری باشد. در اینجا مقصد گذاری و قوای اراده دیده می شود که مثلا من مثلا همین کار را انجام نمی تیم پس نمی تیم. برای من دو چیز مهم است، اول مقصد گذاری و دوم قوای اراده، یعنی که با گفتم استودن پس همین کار انجام نمی تیم گفتم باید انجام نتیم. بمونندی همین مثال شده می تواند همین وضعیت کنونی ما باز می گردیم سری بیماری. نفری که از ترس و تهلکه دور است برای او بیماری یعنی که دل خواه بیماری باشد به طور جدی که قبول نکرده است ارگانیزم هرچی زودتر مقابله نشان می دید و یعنی آسان سبوک و در وقت کوتاه همون بیماری را سپری می کند. هدف همین است. این ریویای گیگینای شخصی نو بس از دوره پاندمی است که مثلا بیماری کووید 19 نو اومد است، لیکن این یکی از خصلت های انسانی و تربیه اویلوی برای موندن تربیه اویلوی چنین است که باید گیگین شخصی رویا شود که مثلا شما در وقتی معین شده که باید دستودناتون را شوید. اما متاسفانه همین چیز مردم با دوره پاندمی آمیخته کرده گویا که این در همین مالی یا اینکه همین در وقت پاندمی با وجود آمد این گیگینه شخصی را ریایش این چیزی بود که مقرری است و این از تربیه اویلوی از باغچه و از مکتب از همون زینه های ابتدایی تعلیم و تربیه آغاز می شود که ریایه گیگینه شخصی نو وابسته از دوره پاندمی و باز تکرارم شود می گویم که این یعنی که وابست می دونم به دوره پاندمی که این خطا است. از همین لحاظ ریویای گیگینه شخصی یگانه راه و ترس هراس در خود در دل خود جا نکردن این یگانه راه خلاصی از دل خواه بیماری است، چون که در حالت ریویای گیگینه شخصی ما از ضرر زیادی میکروب ها امینیم و از حالت ترس و هراس به ما فرا نگرفتن در ارگانیزم ما که ما فعال است دل خواه بیماری را ما بزودی سپری میکنیم. تشکر زیاد برای تفسیح ها. آخرین تفسیح های شما با تماشابین شبکه بهاریستان. مرمات ما در آخر چنین گفتنی هستم که با نورسون بخصوص مکتب بچگان که دوره مکتب بچگی را در بر میگیرد سین سالی نورسی چنین گفتنی هم که اینا باید از گیگینه شخصی بسیار ریایه گیگینه شخصی را در مد اول گذارند و در زمینه این ما یک بیماری های گوناگونه بخصوص بیماری های کمی سیرویتی هستند نو وابسته کرونا ویروس دیگر نمودی بیماری ها را هم چیکار میکنیم؟ پیشگیری میکنیم. از همین لحاظ به نورسان و آن نفرانی که مثلا الهول ما رو تماشا کرده استودن توصیه کرده میشه که ریویه گیگینه شخصی در برابر امین داشتن از بیماری کووید 19 از دیگر بیماری های سیرویتی هم ما را چیکار میکند امین میدارم. سلامت باشین و امیدواریم که از تفسیح های شما تماشابین شبکه بهاریستان با خود معلومات گرفتن. خب و تماشابینان عزیز، این بود صحبت آشکارای ما و هم صحبت ویدیوی ما بودن استاد دانشگاه ملی تاجیکستان سیدزاده بهرالله. نمایش نوبتی صحبت روز به انجام رسید. تن صحت سربلند و خانواده باشید. برنامه صحبت روز